مراسم حج امسال از روز جمعه 25 خرداد آغاز شد و تا چهارشنبه سیم خرداد ادامه دارد. همکارم در گزارش خود اشاره گذرا به حال و هوای این روزهای سرزمین وح کرده که در ادامه با هم بینیم یکی از حکمتهای مهم فریزه حج درک مفهوم واقعی توحید و شناخت خدای متعال است. حاجی ها در این سفر مهم شناخت و علم خود را درباره صفات و اسمای الهی فزونی میبخشند و با دقت و اندیشه در اعمال و ارکان حج و آیات بیانات بیشمار هرچه بیشتر با او آشنا میشوند و بر علم و یقین خود نسبت به آفریدگارشان میافزایند. توحید در حج تجسم یافته و آغاز تا پایانش نمونه ای از یکتاپرستی و ترد شرک است. یکایک مناسک حج و تعبد و فروتنی محض در برابر معبود نشانی از یگانگی خدا و علامتی بر قدرت و عظمت بیکران او و دریچه ای به شناخت آن وجود بی همتاست. کعبه معظمه خانه خدا کانون توحید و نشانهای برای شناخت خدای متعال است مقام ابراهیم صفا و مروه عرفات منا و دیگر مکانها هر کدام نشانه و علامتی برای شناخت معبود واقعی و اعمال و مناسک حج اعلام ندای بندگی و توحید است اعمال حج تمتع با محرم شدن زائران در شهر مکه و حرکت به سمت صحرای عرفات آغاز می شود. نخستین عمل از مناسک عمر و حج را احرام می گویند. احرام با نیت و تلبیه و پوشیدن دو جامعه احرام صورت می گیرد و باید در مکانهای مشخصی که شرع مقدس اسلام تعیین کرده است انجام شود. این مکان ها که میقات نام دارد با توجه به اختلاف راههایی که حجاج از آنها به طرف مکه معظمه می روند تعیین می شود. نخستین میقات مسجد شجره است که در نزدیکی مدینه واقع شده. این مسجد میقات زائران است که از راه مدینه عازم حج می شوند. بنابراین آن دسته از زائران ایرانی که به صورت مدینه قبل از مدینه به مکه مشرف می شوند در مسجد شجره محرم می شوند. تلبیه یا گفتن لبیک های چهارگانه نیز از دیگر شروط و واجبات محرم شدن است. زائران در فاصله زمانی غروب هشتم زلحجه تا ساعت اولیه بامداد نهم زلحجه وارد صحرای عرفات شده و در چادرهای عرفات استقرار میابند. وقوف یعنی ماندن در سرزمین عرفات با قصد قربت پس از محرم شدن دومین عمل واجب برای انجام حج تمتع است و زائران روز نهم ذلحجه یعنی روز عرفه از ظهر تا غروب در صحرای عرفات وقوف خواهند کرد و بعد از غروب آفتاب زائران از صحرای عرفات به مشعرالحرام رفته و تا طلوع آفتاب در مشعر وقوف خواهند کرد اعمال زائران در حج تمتع با حرکت از مشعرالحرام به سمت منا و رمی قربانی حلق و تقصیر و بیتوته در منا در روز دهم زلحجه، که روز عید قربان است ادامه می‌یابد در روز دوازدهم زلحجه نیز زائران با پایان بیتوته در منا و رمی جمرات سگانه پس از اذان ظهر به سمت مکه حرکت خواهند کرد زائران پس از ورود به مکه مکرمه به مسجد الحرام خواهند رفت و اعمال حج تمتع شامل تواف نماز زیارت سعی بین صفا و مروه و تواف و نماز تواف نسا را انجام خواهند داد و به این ترتیب اعمال حج تمتع به پایان رسیده و زائران حاجی می شوند